من سوال اولم رو میخوام اینجوری شروع کنم که شما پارسال که رفتید از ایران برای ماجرای با پدیده فکر می‌کردید یک روز برگردید؟ نه واقعا نه، یعنی واقعا قصدی برای برگشت نداشتم، یعنی اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. فکرم اصلا تا شاید دو ماه پیش که الان پیش شما هستم به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم که یه روز برگردم ایران و دوباره کار مربیگری بکنم. نه اصلا نه قصدشو داشتم و نه بهش فکر می‌کردم مثلا به این موضوع. و خب با توجه به اینکه باید اون کلاس‌های پرلایسنس هم می‌رفتن، تمام برنامه‌ریزی رو اون موضوع بود که از سپتامبر، یعنی در واقع میشه مهر خودمون، قرار بود شروع بشه. برنامه‌ریزی رو اون موضوع بود و باید در واقع تمرکز می‌کردم رو اون کورس که تو همین حین در واقع تماسی از تئاترسازی با من گرفته شد و طبق صحبتی که با اون داشتم خودم واقعا نمی‌دونم چی شد که الان اینجا هستم. شما رو همه در واقع طرفداران فوتبال که فوتبال رو پیگیری میکنن با تحلیل هاتون، چه در شبکه‌های تصویری و چه در صفحات شما در اینستاگرامتون، در فیسبوکتون میشناسن. شما دست به قلم هم هستید، خیلی جالبه. اینجوری ما همکاری داره. درام تنگ شده، وقت نمی‌نویسن. نه واقعا وقت نمی‌کنم. و از این نظر بالاخره حضور شما همیشه گمانه‌زنی میشد در حالات باشگاه‌های مختلف استقلال، حالا درباره صحبت خواهیم کرد و حتی تیم‌های دیگه. در پدیده مثل اینکه ظاهراً شما مدیر فنی بودید، درسته؟ ببینید در پدیده سمت من مدیر فنی بود، اما با توجه به صحبتی که با مسئولین باشگاه داشتیم تمایل به این بود که من رو لینکد بشینم. طبق قانون در واقع فدراسیون فوتبال ایران مدیر فنی نمیتونه رو لینکد بشینه و صحبتی که با آقای ماجری داشتیم به این صورت شد که ما به عنوان مدیر فنی، اما برای اینکه من بتونم رو نیمکت بشینم، کارتی که برای من صادر میشه به عنوان مربی بود که من بتونم در واقع رو نیمکت بشینم. اما من با رضا مهاجری از همون موقع دوست بودم، الان هم هستیم، هنوزم با هم در ارتباطیم. خوشبختانه هر دوتام تو یه شهریم. تو یک مقطع خیلی کوتاه خب اختلاف سلیقه به وجود اومد و من همیشه اعتقاد دارم که دوستی‌ها و ارتباطاتی که بین آدم‌ها وجود داره خیلی ارزشمندتر از خیلی چیزا. در پدیده فکر کنم به شما یکم سخت هم گذشت در بازی مقابل فارس جمهوری جم، مثل که اونجا رفتید دوباره برگشتید دوباره رفتید. نه ببینید امکانات، من خودم اعتقاد دارم امکانات پارس جنوبی جم امکاناتی در حد یک فوتبال حرفه‌ای نیست. شهر جم خیلی تماشاگر پرشور. البته میگن تهران تمرین می‌کنه، مثلا من فکر می‌کنم همیشه تهران تمرین می‌کنه، فقط برای مسابقات یه روز قبل مسابقه میرن. من اعتقاد دارم که حالا که این تیم اونجاست این امکانات برای واقعا حیفه برای مردم که انقدر دوست دارن. من واقعا میدیدم خشترهای مختلف می اومدن. خب فوتبال یه بهانه‌ای است که این شهر پیشرفت کنه دیگه، یعنی بیان درست کنن امکانات. این امکانات که جایی نمیره میمونه دیگه. حالا تیم‌های لیگ برتری ممکن استفاده کنن، اما مهمترین موضوع اینه که مردم استفاده کنن. مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن و در واقع لیاقت و سزاوار این هستن که بیشتر بهشون رسیدگی بشه. این فوتبال یک بهانه‌ای بشه که این در واقع پیشرفت اون شهر به وجود بیاد و اون باعث شد که بعد از اون من فکر می‌کنم بله من بعد پارس جنوبی جنگ اختلاف داشتید دیگه، اختلاف فنی سلیقی. نه نه من آقای مهاجری فقط یه سری موضوعات فنی بود، اختلاف سلیقی داشتیم، اختلاف نظر داشتیم. زمانی که شما بودید تیم خوب داشت نتیجه می‌داد، بعد شما رفتید نه دیگه، بعد روند نزولی خوب شیش امتیاز داشتید. شما مثلا در واقع سرمربی طور داشتید کار می‌کردید. آقای ببین آقای ماجری فکر کرد که ممکنه مثلا چون من یادم رسانه‌های باشگاه اون موقع زیاد به این ماجرای مدیر فنی شما اشاره نمی‌کردن اون موقع. خب ببینید یه موضوع دیگه، یه موقع است ما با هم حرف می‌زنیم و همون من همین الانم میگم برای من طرف مقابلم حرف بزنه مهمتر از هر چیزه. برای من مهم نیست شما چیزی رو روی قلم روی کاغذ بنویسی، مهر رو امضا کنی. همین که شما یه چیزی به من بگی برای من قابل قبوله، اگر به اون شخص اعتقاد داشته باشم و اعتماد داشته باشم. چند بار این اتفاق افتاد و ضرر کردم، اما من دوباره همون عوض میشم. یعنی وقتی به یک نفر اعتماد میکنم همچنان اون اعتماد حرفش برای من حرفه. بازم میگم آقای مهاجری اون وسط مقصر نبود. من مطمئنم که آقای مهاجری مقصر نبود. بعضی از اطرافیان بودن که دامن می‌زدن به این اختلافات و متاسفانه آقای مهاجری خب تو اون شرایط واقعا نمی‌دونست چیکار باید بکنه. چون نمیخوام بگم اسم ببرم از شخص خاصی، اما یه بار به خود آقای مهاجری گفتم ما فقط زمانی میتونیم زمانی میتونیم موفق باشیم که با هم باشیم. هر چی اختلاف بین ما به وجود بیاد در نهایت اونا به خواسته‌شون میرسن که خب اون اختلافات باعث شد که در نهایت من جدا شدم.